وجود مقدس شما، کشف نور درون. دبی فورد، ترجمه فرناز فرود، راوی شیدا یوسفی. شبح تشنه، میگذارم عشق تو تشنگی نیازهای برآورده نشده‌ام را سیراب کند. باشد که حفره دلم امروز درمان شود و شهد لطف تو جان هموار عاشقم را سیراب کند و من از نور پروراننده تو خوشنود و بهره‌مند شوم. درون تک تک ما شبحی تشنه وجود دارد که پیوسته در پی بیشتر است. پول بیشتر، شهرت بیشتر، قدرشناسی بیشتر، تأیید بیشتر یا دارایی بیشتر. شبح تشنه به بخشی از وجود ما اشاره دارد که از نظر عاطفی ناتوان است و در حالی که به شدت تشنه برآورده کردن نیازهایش است، نمی‌داند چگونه موفق شود. ما هر اندازه داشته باشیم، تا وقتی از جهان درون محروم باشیم، شبح تشنه بر ما مسلط است و امکان ندارد بتوانیم تشنگی بی اندازه او را برطرف کنیم. شبح تشنه هرگز خرسند نمی شود و شگفت این که وقتی به خود اجازه دهیم از ارتباط با روحمان بهره‌مند شویم، نیاز ما بسیار اندک می شود، زیرا در درون فراوانی بسیار داریم. اگر همه دعاها، مراقبه ها و درخواست های ما فقط ارتباطی ژرف‌تر با پروردگار را به ما ارزانی کند، همه آنچه در آن لایه‌های والاتر آگاهی مرتعش است، مانند فراوانی به سوی ما جاری خواهند شد. در حالی که وقتی ارتباط ما با این سرچشمه قطع است، در پی هر آنچه به خطا گمان می کنیم حال بهتری به ما می دهد می دویم. تنها راه خرسند ساختن این شبح تشنه آن است که او را با خدا، عشق، آگاهی بالاتر و برقراری ارتباط با همه آنچه هستیم و هست سیراب کنیم. وقتی ما به ذات حقیقی خود متصلیم، احساسی عالی در درون داریم. این گونه است که می فهمیم با خدا یکی هستیم. می توانیم از احساسهای تنهایی دل ناامیدمان بالاتر برویم و به جستجوی همراهان متعالی این احساسها بپردازیم. وقتی وصل هستیم، می توانیم هر چه را طلب می کنیم به این جهان بیاوریم. وقتی در درون سرشار هستیم، به طور طبیعی عشق، همدلی و مهربانی را برای خودمان و دیگران تولید می کنیم. به راستی زندگی رقصی شگفت‌انگیز میان درون و بیرون است. ما به تجربه بیرونی نیاز داریم تا یاد بگیریم، رشد کنیم و تکامل یابیم. اما اگر بدون رسیدگی به درونمان در پی بیرون برویم، دست خالی و به شدت ناامید خواهیم شد. همچنین اگر فقط در جهان درون به سر ببریم، احتمالاً انزوا، تنهایی و کمبود را احساس خواهیم کرد، مگر آنکه زندگی همچون زندگی یک تارک دنیا را انتخاب کرده یا فردی قدیس باشیم.
وقتی به جهان درون خود وصلیم، همانیم که در پی آن هستیم، همان را داریم که در آرزوی آن هستیم، و از همه مهمتر می دانیم هرگز لازم نیست از جایگاه کمبود بیافرینیم. وقتی به سرچشمه حقیقی خود در درون باز می گردیم، از آن کسی که هستیم خوشحالیم و به اندازه احساس ارزشمندی می کنیم که خودمان را شایسته شادی برآمده از تجلی هر آنچه در جهان بیرونی می خواهیم می بینیم. وقتی به جهان درون وصل هستیم، تجربه هایی را می خواهیم که شاد، هیجان انگیز، نوآورانه و در مسیر رشد و تکامل ما باشند، نه آن که به هر دری بزنیم تا به چیزی دست یابیم که در همان لحظه حالمان را بهتر کند. دیگر مجبور نیستیم بپرسیم چه کاری میتوانم انجام دهم و باید چه به دست بیاورم تا احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم، بلکه این حقیقت انکار ناپذیر را درک می کنیم که کامل و با ارزش هستیم، ما را دوست دارند و دوست داشتنی هستیم. ما می توانیم بذر آرزوهای من را در آگاهی حاصل خیز خود بکاریم و بدانیم که به بار خواهد نشست. دعا مسیری است که ما را به مقدس‌ترین وجودمان می‌رساند. دعا ما را شستشو می‌دهد و زمین آگاهیمان را شخم می‌زند تا احساس‌ها و افکار مقدس و جانبخش بتوانند در آن ریشه بگیرند. وقتی در حضور نیرو، توان، زیبایی، ارزشمندی و نور خود هستیم، در برابر افکار عیب جویانه و حاکی از ناامیدی، شک به خود، طمع، ترس، سرزنش یا تاریکی آسیب پذیر نیستیم. وقتی به ذات معنوی خود وصلیم، احساس می‌کنیم به اندازه کافی خوب، خواستنی، دوست داشتنی، با عزت نفس، ایمن و خلاق هستیم. وقتی ارتباطمان با ذات معنویمان قطع است، احساس ترس، حقارت، ضعف، بی‌ارزشی، دوست داشتنی نبودن، طرد شدگی و تنهایی می‌کنیم. امت فاکس در کتاب کلید طلایی چنین می‌گوید: اگر به مشکل خود فکر می‌کنید، به خدا فکر نمی‌کنید. با دعا کردن به شناخت خداوند میرسیم. با نیروی دعا به تقدس خودمان پی میبریم.